سلام علیکم دوستای نهایت عزیز و گرامی، امیدوارم که همیشه موفق و معید و کامگار باشید. باز هم دوباره خدمت شما هستیم با سوالات دوستا. چی عجب آدمایی پیدا میشه با خدا، چی دوستای عزیزه. سوال که چطور میتونیم که ریاضی خود تقویه کنیم؟ به به، چی سوالی. خب یک، اول هدف خود رو مشخص کنین و در قبال از او تصمیم بگیرین که تغییر بکنین. خب اول در بخش ریاضیات، آیا شما توجهی به ریاضی دارین؟ آیا شما میخواین ریاضی ریاض بگیرین؟ هدف دارین ریاضی ریاض بگیرین؟ اگر هدف داشتین باید تصمیم بگیرین، تصمیم بگیرین تا او به او هدف خوب باید برسین. خب اولین نکته ای است که ما میتونیم با این نکته ها، پنج نکته ای که ذکر میکنم، با این پنج نکته میتونیم که ریاضی خود تقویه بدیم. خب دوم، گوش کردن و سوال کردن. عزیزی دل، دوست عزیز، وقتی که شما میخواین ریاضی رو یاد بگیرین، از کدام طریق میخواین یاد بگیرین؟ آیا فعلا در مکتب هستین، در دانشگاه هستین، در انستیتوت هستین، در کجا هستین؟ هر جایی که هستین، وقتی کسی درس میتیه، استاد درس میتیه یا یک ویدیو رو شما گوش میگیرین، خب باید خوب دقیق گوش بگیرین، بسیار دقیق گوش بگیرین، هیچ نکته ای از پیش شما نمانه. خب اگر پیش استاد هستین، خب گوش کردین، دقیق گوش کردین، یاد گرفتین، بعد دوباره سوال کنین، سوال یک بار، دو بار، سه بار، تا هر قدر که یاد نگرفتین، هرچی که سوال کنین خوب است. خب فرض کن یک مقدار یاد گرفتین، 80% یاد گرفتین، 90% یاد گرفتین، باز هم با 10% باید باز سوال کنین تا اون 10% دیگه نمانه. سوال کنین دوباره از استاد، چون استاد وظیفه داره. تا زمانی که تو نفهمیدی سوال بکنی، باید به سوالات جواب بده. هیچ استاد نیست که مثلا از سوال بعدش بیه سوال کنه بگه نه ما سوال جواب نمیدم، اینطور نیست. موضوعی را که درس میده استاد سوال کن، اگر نفهمید مجبور میشه که او را پیدا کنه، اما اگر در اونجا جواب داد خیلی خوب برای تو جواب میده. اگر فرض کنیم که جواب نداد یا حضور ذهن نداشت، بعد میگرده او سوال را پیدا میکنه برید و او جواب تمیده. خب این نکته دوم. نکته سوم، تلاش کن، کوشش کن که دمو صنف یاد بگیری، دمو موقع یاد بگیری. بعضی وقتا هست کسی میگه که نه باش تو یک فرصت دیگه بازی رو میخونم. نه نه نه، اما اونجا وقتی که استاد تدریس میکنه تلاش کنم اونجا یاد بگیری. سوال کن دوباره، دوباره سوال کن، سه بار سوال کن، چهار بار سوال کن، تا او رو یاد نگرفته نگذار. پس یکی، تلاش میکنی در اون فرصتی میسر شده ای که فعلا هستی، مثلا در دانشگاه هستی میگو باش صبر کن اتاق رفت و میخوانم، نه امکان ندارم، تلاش کنم اونجا یاد بگیری. بعد اونجا یاد گرفتی، باز دوباره با خود تکرار کن، باز کن که با خود بگو نه این خوب یاد گرفتن اشته، باز دوباره تکرار کن با خود. زمانی که تو دوبار سه بار تکرار کردی دیگه از یادت نمیاد. خب او در یک فرصت دیگه نه که باش یک وقت دیگه می سیل میکنم، یک وقت دیگه می یاد میگیرم، نه. این نکته سوم. نکته چهارم، تمرین میکنیم و سوال های مشابه کار میکنیم از این. خب تمرین میکنیم، اما سوال فرض که اما مثال یاد گرفتی، باز دوباره تمرین کن. خب فرض که قیمت گذاری پول نوم است، FX مساوی به 18x به توان 3 مثبت 5x منفی 6. خب این قیمت گذاریش گفته یک قیمت بتی معلم یک قیمت داده ده اینجی. خب میشه F1 مساوی به 18 ضرب در 1 مکعب مثبت 5 ضرب در 1 منفی 6. خب 18 و 5 23، 23 منفی 6 17. تو یک قیمت معلم داد، وقت نداشت که قیمت بیشتر قیمت بده، خود تو در جای زی قیمت دیگه بده، اکس دو قیمت بده، اکس سه قیمت بده و ایری تمرین کو پیش کن.
تمرین کو. یک سوال استاد کار کردی، بارها تمرین کو، تکرار کو، تکرار کو، تکرار کو، و سوال مشابه کار کو. فرض کو یه توان تغییر بدی، یه 18 x مکعب بود، تو بگیر 18 x به توان 4، خب مثبت 5 x مکعب منفی 6 x مربع، این تغییر بتیره. بعد تغییر بتی، باز قیمت ها رو عوض کو، قیمت دیگه عوض کو، سوال های مشابه کار کو. عین چیز با تغییر قیمت سوال ها رو مشابه کار کو، خلاص. پس تمرین میکنه، تکرار میکنه هر سوالی که استاد کار میکنه، او رو یک بار، دو بار، سه بار با تکرار میکنه. بعد جاهای اعداد تبدیل میکنیم، یعنی سوال ها رو مشابه کار میکنیم. یک سوال کار کرد، دیگه سوال عین سوال با اعداد مختلف و توانهای مختلف ایر کار میکنه. خب پنجم، نکته پنجم، مرور قبل از درس. میخوای فردا کدام درس بخونی؟ فردا برید کدام درس میده؟ کتاب داری، چپتر داری، هرچی که داری، درسی که فردا برید میده او رو مرور که یک بار، یک بار با خود رو مرور کن، دو بار هرچی که میتونی مرور کن. این وقتی که مرور میکنی یکان نکته میمان از پشت، یکان نکته رو میگه نفهمیدم، خیلی فکر میکنه، زرش سریزی خیلی فکر میکنه، رویزی بسیار فکر میکنه، چی هست هرچی فکر میکنه نمیفهمه، او دیگه در ذهنیت میمانه که من چیزی رو نفهمیدم، باش سوب استاد چی رقم تشریح میکنه. و سوب میبینی که وقتی استاد تشریح میکنه، او دیگه در ذهنیت میمانه، دیگه از ذهنیت نمیره، واقعا دیگه در ذهنیت میمونه. پس این پنج نکته را دقیق متوجه باشید دوست عزیز. با این پنج نکته شما میتونین که ریاضی را به شکل بسیار خوب و اساسی یاد بگیرین. ریاضی به تنهایی نیست، در کنار خود ریاضی را وقتی یاد داشته باشید، کیمیا را خوب یاد میگیری، فیزیک خوب یاد میگیری، بخش ریاضیات، هندسه، مثلثات، فیزیک، همه یا ربطی به فرمول های ریاضی داره، فرمول های ریاضی، قوانین ریاضی را یاد داشتی، یارم بسیار خوب یاد میگیری. موفق و معید باشه دوستای عزیز، امیدوارم که همیشه حالتان فوق العاده باشه. اگر این ویدیو خوشتان آمده، یک چیز از یاد گرفتین، برداشت کردین، این رو با دوستای خود شریک بسازین و چینل ما رو هم سابسکرایب بکنین تا ویدیوهای دیگر ما رو از دست ندهین. موفق و معید باشید، خدا نگهدار.